و ما در آستانه 32 سال روز استقلال تاجیکستان، تازه ترین خبری که از این کشور پارسیگو میرسد کشته شدن 3 جنگجوی جماعت انصارالله در مرز میان تاجیکستان و افغانستان است. انصارالله یک گروه اسلامی گرای تندرو است که اعضایش اهل تاجیکستانند و در پناه طالبان در افغانستان به سر میبرند. مقام ها میگویند انصارالله قصد به هم زدن اوضاع تاجیکستان را داشته و همزمان در آستانه جشن استقلال تاجیکستان آنچه بیشتر جلب توجه کرده بازداشت افراد سکولاری است که به نحوه حکومت امام علی رحمان انتقاد دارند. تازه ترین نمونه های آن عبدالخلیل خالقزاده و قادر رستم، هر دو در پی انتشار کتابی با نام حوادث روزگار من بازداشت شدند، کتابی که شرح حال عبدالخلیل خالقزاده مالک بیمارستان ابن سینای دوشنبه است و به قلم قادر رستم نویسنده به نام تاجیک ویرایش شده. اوضاع تاجیکستان را چه نوع رفتار و رویکردی به هم می‌زند؟ حملات پراکنده پیکارجویان تاجیک از مرز افغانستان یا ایجاد جو خفقانی در تاجیکستان که اخیراً شاهد محکومیت روزنامه‌نگاران و روشنفکران بسیاری بوده، آیا پیوندی بین این دو رویداد، این دو پدیده هست یا نه؟ دو مهمان به ما ملحق شدن که در این باره بیشتر صحبت بکنیم. داداجان عطاالله، رهبر جنبش وطندار که از برلین آلمان با ماست، و همینطور احسان زروان، روزنامه‌نگار، تحلیلگر مسائل تاجیکستان اینجا در استودیو. درود بر هر دو، خوش اومدید به برنامه. اول از شما آقای زروان شروع بکنیم که از انصارالله بگیم، این گروهی که احتمالاً برای بسیار از بیننده‌های ما آشنا نیست. این چه گروهیه و چه مدتی است وجود داره و چه چیزی رو در تاجیکستان تهدید میکنه؟ این گروه از خیلی زمان قبل هم وجود داشته، اما شاید فعالیتاش به اون اندازه ای نبوده که جلب توجه بکنه. گاهگاه گزارش ها از حضور اینها در افغانستان منتشر شده قبلا، و بهار امسال هم دو نفر از اونها در منطقه از غلام تاجیکستان توسط نیروهای امنیتی تاجیکستان کشته شدند، اعضای این گروه. و این گروه البته خیلی تندرو ارزیابی می شود و افرادی هستند که از تاجیکستان به افغانستان پناه بردن و در اونجا فعالیت های تروریستی انجام میدن، دولت تاجیکستان میگوید. خب ولی شاید همین چند سال پیش واقعا نمیشد تصور کرد که همچین گروهی از تاجیکان، از مردم تاجیکستان شکل بگیره. از آقای عطاالله میخوام سوال بکنم که در دوره‌ای که ما نسبتا جوان‌تر بودیم در تاجیکستان، واقعا تصور نمیشد که این همه روی کرد به دین و حتی تعداد افراد نمازگزار بسیار کم بود در رمضان، همه اینطور همین رستوران ها باز بودن، اینها که کاملا تغییر کرده با وجود تمام سیاست های آقای رحمان که مردم رو دور نگه داره از در واقع اسلام رادیکال. میبینیم که این بیشتر و بیشتر داره میشه. آقای عطاالله به چه دلیلی؟ میخوام بگم که اسم جماعت انصارالله در تاجیکستان بعد سازشنامه صلح تقریبا در سالهای 2000 پیدا شد و رهبر این جماعت انصارالله امیرالدین تبرخ بود. من امیرالدین تبرخ رو خوب میشناسم، او یکی از رزمندگان اپوزیسه، اعضای عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و از سازشنامه صلحی بین حکومت و بین اپوزیسه ناراضی بود و با طرفدارانش به افغانستان رفت. در افغانستان بعد وفات کرد و فرزندانش هم یکی اش در افغانستان در زندان بود، دیگرش را حکومت افغانستان به تاجیکستان استرداد کرد و نمیدانم قسمت اونها چی شد. بله. و باید گفت که تولد این سازمان ها از اون ریشه می گیرد که در تاجیکستان برای مبارزه سیاسی، برای نظر خود را گفتن، برای یک دیگر اندیش بودن و حتی یک حرف تنقیدی تو را می توانم به آسانی تروریست نام کنم. و من هم نمی دانم بشرمم یا بفخرم، نام من هم طول این همه سالها در قطار تروریستان تاجیکستان است. و نه یک بار و دو بار تلاش کردن که شما رو بگیرن. بله بله بله. و نه یک بار و دو بار تلاش کردن که مرا بازداشت کنن و حتی در مسکن سوی قصد کردن، بعد در برلین آلمان.
حالا میخواین به این موارد اخیر بازداشت هم اشاره بکنیم که در واقع اونها رو تروریست نمیدونن، مثلا عبدالخلیل خالقزاده که بازداشت شده و اون سرنوشتش روشن نیست که چی میشه، به عنوان کسی که اداوت قومی و محلی رو در تاجیکستان برانگیخته گویا بازداشت شده، و همینطور قادر رستم که هنوز معلوم نیست که چه اتهامی رو علیه اون اعلام کردن. به چه دلیلی افرادی که هیچ نسبتی با گروه‌های سیاسی ندارند ولی شاید دیدگاه انتقادی دارن هم بازداشت میشن؟ آقای زروان، خوب این افراد البته آقای خالقزاده که اون کتابی جنجال برانگیز یا بحث برانگیزش منتشر کرد، این سر و صدای زیادی در جامعه تاجیکستان ایجاد کرد، بخصوص جامعه را از لحاظ محل ها علیه هم قرار. خوب قبلا هم که بود این موضوع، اما با اون حادی که بعد از نشر این کتاب مسائل محلی یا تعلق به محل های گوناگون بودن مردم به گرمی در شبکه های اجتماعی مطرح می شد، به اون اندازه نبود. و این بود که خوب در فیسبوک یک نوع خیلی بحث های شدیدی آغاز شد، و به خصوص نماینده های مناطق جنوب تاجیکستان به خصوص استان ختلان از این آزرده بودند که آقای خالقزاده اونها را توهین کرده است. آیا واقعا توهین بود در کتاب؟ خب اونجا ببینید، یک موضوعی است که در تمام مناطق فارسی زبان اگر شما ببینید مردم در مورد محل های مختلف خب چیزهای طنزآمیز و شوخی و این چیزها دارند. مثلا در افغانستان در مورد وردک، یا در تاجیکستان در مورد ختلان و در مورد درواز، در مثلا ایران در مورد مناطق شمالش همچه چیزهای وجود دارد. اما اونها در یک کتاب علاهیده با اون چیز خوب یا مردم زیاد توجه نمیکنن، به این چیزها یک چیزی عادی شمرده میشه. و همین چیزها را آقای خالقزاده در کتابش جا داده، گفته که این منطقه مثلا این جوری خصوصیت ها داره، این منطقه اون جوری خصوصیت داره. و این بود که بعضی ها که خودشونه مثلا حامی اون منطقه یا محلی خودشون میدونن، اونا خیلی سنگ به سینه زدن. و بعضی ها بیشتر مقام های دولت بودن که در اعتراض کردن و باعث شد که ایشون رو گرفتن. آقای عطالله، میدونیم که شما کارزاری برای انداختید در شبکه های اجتماعی به نام قادر رستم را آزاد کنید، میشه در این باره بیشتر بگید که از دید شما دلیل بازداشت این دو نفر به دنبال انتشار کتاب حوادث روزگار من آقای خالقزاده چه بوده دقیقا؟ من بران هستم که در تاجیکستان یک مرحله نو ما انتظار هستیم، و شاید که این سال یا سال دیگه این اعلان شود. مرحله انتقال حکمت است، یعنی انتقال حکمت از پدر به پسر، از امام علی رحمان به رستم امام علی. برای همین آمادگی به همین مرحله خیلی سنگین و خیلی بی‌رحمانه آغاز شد. ما این را در یک سال پیش در بدخشان دیدیم که 40 نفر آدمانی که برای گیری هم آیی آمده بودند، اونا هم تروریست اعلان کردند و همه اونها را در یک شب بی‌رحمانه به قتل رساندن. کی معین کرد که این 40 نفر در دوام یک 24 ساعت یا 10 ساعت کی معین کرد که اینها همه تروریست هستند؟ این یک. دویوم، فشاری بیمیست و مطبوعات. اصلا در تاجیکستان دیگر روزنامه آزاد نماند، و اون چند نفری که نه در موضوع های سیاسی بلکه تنها در موضوع های اجتماعی و به اصطلاح تاجیکان خیلی ملایم هم می نوشتند، بازداشت شدند و زندان شدند. زندان شدن عبدالستار پیر محمدزاده، خورشید فاضل، عبدالله غربتی، الفت خانوم محمدشایه و دلیر امام علی، زاقی بیگ سید امینی، خوشام غلام و ده ها نفر های دیگر، این یک تلق لعنت نه تنها برگردن حکمت بلکه برگردن همه ما است که ما نمی توانیم به همکسبان خود، به آدمان بیگناه کمک رسانیم. و این اسامی رو که الان آقای عطالله گفتن، آقای زروان، اینا واقعا اسامی روزنامه نگاران اجتماعی نویس بودن، در واقع درباره موضوعات اجتماعی می نوشتن بیشتر، به خصوص عبدالله غربتی، دلیر امام علی، زوقی بیگ سید امینی و دیگران. آیا واقعا پیوندی هست اونطور که آقای عطالله میگن، پیوندی هست بین این اتفاقات و آمادگی گویا حکومت برای اینکه به جای آقای رحمان پسرش
رستم امام‌علی بیاد روی کار؟ خوب البته تحلیلگرا به همین موضوع رب میتن، مثلا آقای عطاالله به همین موضوع رب میته این چیزها رو. خوب طبعا خوب واقعیت این است که در این اواخر خیلی محدود شده آزادی بیان در تاجیکستان، روزنامه‌نگارا رو خوب زندانی کردن و حتی در مورد مسائل اجتماعی صحبت کردن براشون اجازه داده نمیشه. البته دولت تاجیکستان مدعی است که برخی از اینها با گروه‌های مثلا ممنوع همکاری داشتن، ادعاشون این است و اتهامشون هم همین است که اینها با گروه‌های ممنوع چیز داشته، اما اکثر اینها این موضوع را رد کردن این روزنامه‌نگارا. اما فکر نکنم که تنها عامل انتقال قدرت در سال آینده باشد، شاید مسائل دیگری امنیتی که دولت براش شاید چیز باشه اونها باشد، شاید مسائل چیز بگیم این که این افراد میتونن یک موجی ناآرامی را به وجود بیارن، این باشه من نمیدونم، چرا که مقامات تاجیکستان از این که احتمال این پیدا بشه که ناآرامی در جامعه رخ بده واقعا نگرانن. اونها نمیخواهند که مثلا مثل سالهای 92 یا 94 اون زمان همچی چیزهای رخ بده و ما میدونیم که اون زمان هم مبارزات سیاسی بود و تندروها اومدن واردی چی شدن، روندی سیاسی شدن و مبارزات سیاسی با جنگ داخلی پیچید و در نتیجه روندهای دموکراسی و این چیزها برای یک مدت خیلی طولانی به عقب افتاد و همه امید داشتن که بعد از امضای توافقنامه صلح روندهای دموکراسی و این آزادی ها و این چیزها بود. در واقع تاجیکستان بعد از جنگ داخلی که سال 1997 به پایان رسید شاهد یک دوره میشه گفت دموکراسی یا دموکراتیزه کردن جامعه بود که تنها حزب مذهبی کل منطقه آسیای میانه حزب نهضت اسلامی فعال بود، ولی سال 2015 دقیقاً در همین روزها ماه سپتامبر که میشه 8 سال پیش این حزب بسته شد و رفته رفته فضای سیاسی آقای عطاالله، فضای سیاسی تاجیکستان محدودتر و محدودتر شد. فکر میکنید چه چیزی باعث شد که از 2015 بدین سو حکومت تاجیکستان آزادی‌هایی رو که داده بود پس بگیره؟ به نظر من یک واژه‌ای که امروز در هر خانه، در هر قلب، در هر مغز جایگیر است، این ترس است. ترس حکومت از مردم خودش و ترس مردم از حکومت خودش. شما ببینید حتی آدمان را برای یک لایک یا برای یک شر در شبکه‌های اجتماعی زندان میکنند. این تماماً از تصور بیرون است. ما دیگر به همین بدبختی عادت کردیم و درباره دموکراسی میگوییم. حکومت رحمانو یگان وقت دموکراسی نبود. حکومت رحمانو یک کمی میخواست که دموکراسی بازی کند و وقتی دید که جامعه جهانی و خود مردم تاجیکستان به همه چیز تاب میدارند، طاقت میکنند، صبر میکنند و سکوت میورزند، دیگر این ماشین فشار بیش از بسیار شد و امروز همه از همدیگر میترسند و بیش از همه حکومت از مردم خودش میترسند، زیرا این حکومت پشتوانه مردمی ندارد. اگر آشکارا بگوییم ارتش روسیه در تاجیکستان نباشد، در یک روز واژگون کردن حکومت تاجیکستان کار سهل است، زیرا من همیشه گفته بودم. بر چه مبنای این رو میگید آقای عطاالله؟ آیا چون میدونم که هیچ نظرسنجی انجام نشده و نمیتونه انجام بگیره احتمالاً به شکل دقیقی که شما دارید میگید که پشتوانی اجتماعی نداره، اون چیزی که در رسانه‌های تاجیکستان میبینیم گویا مردم حمایت میکنن از امام‌علی رحمان. شما ببینید این یک چی است، یک میستی ثبات و امنیت و آرامی در تاجیکستان مثل یک سراب است، مثل یک فریب است که به همین فریب مردم باور میکنند. من همیشه یک چی میگویم، بهترین مخالف حکومت تاجیکستان خود حکومت تاجیکستان و شخصا خود امام‌علی رحمان است. آنها مردم را وادار میکنند که به صف مخالفین پیوندند. ببینید از همه حقوق متوسط همگی در تاجیکستان $100 است، حقوق بازنشستگی 40-50 دلار. و یک رقم میخوام که به این اهمیت دهید،
در تاجیکستان تقریبا 1,600,000 خانواده هست. خانواده تأکید میکنم. از همین 700,000 اینها در رسه رفتن، در رسه زندگی میکنن و شهروندی رسه گرفتن. خونه نیست که در آن مهاجر نباشد. بسیار روستاهای تاجیکستان خالی شدند. امروز واژه دیگری که در زبان مردم صدا میدهد این واژه خانه خیز رفتن است. هر یک آدمی که خانهش را ترک میکند کوج میبندد، هر یک مهاجری که او را یک پلیسی روس اذیت میدهد و شکلهای دهشتبار در دل اینها نفرت میجوشد. خب همین رو میخواستم از آقای زروان هم بپرسم، یک نکته که شما بهش اشاره کردید که سرکوب نیروهای مخالف در تاجیکستان باعث رادیکال تر شدن مردم شده، مثلا از آغاز برنامه به انصار الله اشاره کردیم، آیا واقعا همینطور هست؟ یعنی نیروهای معتدل و میانه رو در تاجیکستان حتی اونها هم اجازه ندارن سربلند بکنن؟ اگر شما به شبکه های اجتماعی نظر بکنید همینطور هست. شما در مقابل حکومت رحمان، آقای رحمان، متاسفانه یک آلترناتیو میبینید که اون تندروی است. دیگه آلترناتیو اون چیزهایی که دیگه هستن اونها به اندازه ضعیف شدن در این مدت که اونها نمیتونن آلترناتیو باشن. این تندروی که میگین منظور شما ببینید 2000 نفر افراطی‌گرای اسلامی هست یا چیز دیگه؟ تندروی اسلامی است که مثلا حدود 2000 نفر از تاجیکستان، سوریه و عراق رفته. شما ببینید اگر وقتی مردم هم صحبت به داعش پیوستن، بله صحبت میکنن، تنها چیزهایی که مطرح میشه در بحث و در صحبت ها تنها مسائل مذهبی مطرح میشه، مسائل اقتصادی، مسائلی که چگونه برون رفت پیدا بکنیم از وضعی که به وجود اومده، با هم، با حکومت یا که بدون حکومت، حتی برنامه های اقتصادی داشته باشند، برنامه های سرمایه گذاری، کلید که در دست اقتصاد است. این فقر و این همه این چیزها نتیجه این است که اقتصاد برنامه درست نداره. اگرچه دولت کارهایی را انجام داده، چند تونل ساخته، راه ها را ساخته، این چیزها را ساخته، اما اشتغال برای مردم کافی نیست. جمعیت تاجیکستان 5 میلیون بوده، حالا 10 میلیون شده. اگر مخالفان دولت تاجیکستان معتقدن که دولت برنامه اقتصادی مشخصی نداره، میخوام از آقای عطالله بپرسم آیا نیروهای مخالف، اپوزیسیون، برنامه اقتصادی مشخصی دارن؟ چون می‌بینیم مثلا در کشورهای نسبتاً مردم سالار و پیشرفته نیروهای اپوزیسیون هم برنامه خاص خودشون رو دارن برای اقتصاد، برای عرصه‌های مختلف. ما البته مثل هم گروه های حزب های دیگه برنامه خود را داریم، اما این برنامه را در برلین یا که در پاریس، در لندن استفاده عملی کردن خیلی و خیلی مشکل است. من میخواهم از روزگار خودم یک مثال بیارم. آنهایی که در حرکت در جنبش مردمی وطندار بودند، ما یک زمان به آن امید بودیم که با راه بازسازی، بازنگری شاید حکومت سیاست خدا تغییر یابد که به سودی خودش هم هست. و شما اهمیت داده باشید، چند سال من از اون تنقیدهای سخت و تون دیگه دست کشیده بودم و چندین واخوری ها با نماندان حکومت هم داشتم. لیکن امروز به آن رسیدم که این حکومت نه به بازنگری و نه به بازسازی آماده نیست. و امروز طرفداران وطندار که از اکثرش روشن فکرها، کنشگران، اهل ضیا بودند و جوانان بیباک، میگویند که دیگر ما به شعارهای شما، به برنامه های شما و سلاغن و گفتارهای شما باور نداریم. دیگر ما نه به انتخابات باور داریم، نه به تغییر یافتن حکومت. یگانه راه ما افتمت کلشنیکاف است، میلی ملتیق است، میلی کمان است. و بسیاری آنها امروز اعتراف میکنم که به کشورهای دیگر رفتن، یک گروه دیگر در خود تاجیکستان هستن، اونها را میتوان گروه های خفته نامید که انتظار تغییرات هستن. و باید حکومت تاجیکستان و حکومت دیگر هم داند که به ترس و به زوری نمیتوان دل مردم را به دست آورد. به کنسرت های صد هزاره، به شعرها، به داستان ها یه هر روزه، به هر روز ستایش کردن اون که تو خدای منی، اولیای منی، پیغمبر منی، نمیتوان محبت مردم را به دست آورد. محبت مردم را با دادگاه عادلانه، با عدالت، با فراست،
با محبت میتوان به دست آورد. چون فرصت برای خیلی محدود هست آقای عطاالله، به یک نکته دیگر هم اشاره بکنیم که در واقع برگردیم، که اونطور که گفتید آقای زروان در کتاب حوادث روزگار من، آقای خالق‌زاده متهم شده به محله‌گرایی، که می‌دونیم که یکی از میشه گفت که از امراض جامعه تاجیکستان هم محله‌گرایی هست. آیا اگر به ساختار دولت تاجیکستان نگاه بکنیم، نمیشه گفت که خود دولت تاجیکستان هست که این محله گرایی رو تشویق میکنه؟ برای که نمایندگان یک محل به خصوص که آقای رحمان از اونجا هست، تقریبا تمام مقام های کلیدی رو در دست داره. ببینید، محلگرایی، الان به شما برمیگردیم آقای. محلگرایی به نظر بنده زاده بافتی ساختاری دولت تاجیکستان است. یعنی منظورم این است که ما چند استان داریم که همه این استان ها در زمانی شوروی شکل گرفته و مردم را تقسیم کرده، مثلا نماینده فلان استان، نماینده فلان استان، از این استان، و اینها همیشه حتی در زمان شوروی در حالت رقابت با هم بودند، این استان ها به خاطر نمایندگی در حکومت. و این چیز امیدوار بود مردم که بعد از اینکه استقلال به دست میاریم این چیز از بین میره و ما همه با هم یک ملت واحد هستیم، یک ملت واحد میشیم. اما متاسفانه این چیز صورت نگرفته تا هنوز. تا زمانی که این ساختار نشکنه، یک واحدهای دیگری ساختاری در جامعه به وجود نیاید، من بعید میدونم که این چیز از بین برود. چرا که حالا هم هر یک، حتی روشن فکر رو میبینین که وقتی که درباره ملت و این چیزا صحبت میکنن، نهایتش که اومد میره و دیگه در هم پرتگاه محلی خودش قرار میگیره. یعنی نقطه نظری هم محلی خودش ارج میگذاره، اما نماینده محلی دیگر ارج نمیگذاره. آقای عطاالله، فکر میکنید که آیا راهی وجود داره که این احساس در محلی گرایی دست کم در ساختارهای دولتی از بین بره؟ من گستاخانه با گفته های دوستم راضی نیستم، زیرا در یگان دور زمان حکومت تاجیکستان آنچنان که امروز هست محلگرایی سیاست دولتی نشده بود. امروز مشخص باید گوییم حکومت پورا در دست مردم منطقه کولاب است و خانواده امام علی رحمان. اگر شما به هر وزارت سر زنید، به هر اداره سر زنید، با امنیت یک ناحیه سر زنید، با پلیس یک ناحیه سر زنید، ببخشید از یک حاجت خانه تا قصر رئیس جمهور همه در دست یک محل است. و اینها امروز بهترین انسان های تاجیکستان را به محلگرایی ایدار میکنند. به محلگرایی ایدار کردن نویسنده عبدالقادر قادر، تاجر و نویسنده عبدالقادر رستم و عبدالخلیل خالق‌زاد، این باز یک تهمت بیش نیست. در این کتاب ذره هر دو اینها، هم عبدالقادر و هم عبدالخلید، از پنج روی هستند. از زادگاه پدر شعر فارسی رودکی. همین جمع به نظر من چون می نماید که بعد 1100 سال آنچنانه که در زمانش رودکی بزرگوار را مجبور کرده بودند اربابان که ترکی بخارا کند، امروز اینها مجبور میکنند که این دو نفر همدیاری رودکی یا به زندان روند. اگر به زندان نروند و آزاد شوند، باید که با همون زادگاه خودشون برگردانند. آقای عطاالله، ما کمتر از دو دقیقه فرصت داریم. یک سوالی میکنم مثل اون بخش اول برنامه که هر دوی شما پاسخ بدید در پایان برنامه، خیلی کوتاه یک دقیقه لطفاً، که کلن حالا ما در آستانه 32 سالگی استقلال تاجیکستان هستیم. آقای زروان، به نظر شما چه آینده‌ای در انتظار تاجیکستان؟ خوب، آینده اگر یک اصلاحات جدی صورت نگیره در تمام بخش‌های از کشور، من فکر می‌کنم که مشکلات باز افسوده میشه. آقای عطاالله، بسیار افسوس می‌خورم. بسیار افسوس می‌خورم که استقلال ما بوی عشق می‌کند. استقلال ما بوی غوصه می‌کند. استقلال ما بوی درد میکند. استقلال ما بوی جدایی ها میکند. و گذشته از این استقلال بعد از 32 سال باز بوی جنگ شهروندی، خدا به اون روز نرساند، بوی جنگ شهروندی به مشام میرسد.
خدا کنه که اینطور نشه. همونطور که خود شما هم گفتید، آقای عطالله، دادا جان عطالله، رهبر جنبش وطندار از برلین آلمان، و اینطور احسان زروان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل تاجیکستان اینجا در استودیو. همینطور سپاسگزارم از حضور تک تک شما که این برنامه را تا پایان صفحه دوی آخر هفته دنبال کردید. تا فرصتی دیگر، بدرود.